کتاب یگانگی با تمامیت هستی، نویسنده اکارت توله. آشنایی با نویسنده. اکارت توله معلم معنوی و نویسنده در آلمان به دنیا آمد و تحصیلات خود را در دانشگاه لندن و کمبریج به پایان رساند. در سن 29 سالگی یک دگرگونی درونی عمیق روند زندگی او را به طور بنیادی تغییر داد. بعد از آن اتفاق چند سالی را وقف ادراک کامل کردن و ژرف‌نگری آن دگرگونی نمود که آغازگر یک سفر فشرده درونی بود. سپس به عنوان مشاور و معلم معنوی با افراد و گروه‌های کوچک در لندن آغاز به کار نمود. وی از سال 1995 در ونکوور کانادا زندگی می‌کند. اکارت توله نویسنده پرفروش‌ترین کتاب نیویورک تایمز با عنوان نیروی حال که به 33 زبان ترجمه شده است و به دنبال آن کتاب بسیار تحسین شده زمینی نوست. هر دو کتاب از تأثیرگذارترین کتاب‌های معنوی عصر ما محسوب می‌شوند. تعالیم عمیق و در این حال ساده اکارت تا کنون به انسان‌های بیشماری در سراسر دنیا کمک کرده اند تا آرامش درونی و ثمر بخش بودن را در زندگیشان بیابند. بخش اصلی تعالیم اکارت درباره تحول آگاهی است، همان بیداری معنوی که وی آن را به عنوان گام بعدی در تکامل بشر می‌بیند. جنبه اصلی این بیداری صعود به ورای وضعیت آگاهی فعلی ماست، یعنی رفتن به جایی فراتر از آگاهی که اساس آن نفس تحتانی است. این شرط لازم است نه تنها برای شادی شخصی ما، بلکه برای خاتمه دادن به تضاد شدید فراگیر در سیاره ما. اکارت تعلیم می دهد و برای ایراد سخنرانی به سراسر جهان سفر می کند. بسیاری از سخنرانی ها، کلاس های فشرده و دوره های آموزشی کوتاه مدت او به شکل CD و DVD منتشر شده است. اکثر تعالیم او به زبان انگلیسی ارائه شده اند، اما گاهی به زبان آلمانی و اسپانیایی هم سخنرانی می کند. اکارت علاوه بر کتاب نیروی حال و زمینی نو، کتابی با عنوان سکوت سخن می گوید نوشته است که جهت مطالعه عمیق و تفکر برانگیز طراحی شده است. کتابی شامل گزیده هایی از کتاب نیروی حال با عنوان تمرین نیروی حال نیز از او منتشر شده است. مقدمه. در این نوشتار که یک مجلد همراه برای کتاب زمینی نوست، متونی از کتاب اصلی را انتخاب کردم که به نظرم بیشتر برای مطالعه الهام بخش یا تفکر برانگیز مناسب است. به همین دلیل به شما توصیه نمی کنم این کتاب را حتما از شروع تا پایان بخوانید. خیلی مفیدتر خواهد بود اگر هر بار حداکثر یک فصل را بخوانید، سپس توقف نموده و روی آن تعمق کنید و حتی به دوباره خواندن بخش‌های بپردازید که برایتان پاسخی درونی به همراه می‌آورد. آنگاه به کلمات اجازه دهید تا جای خود را در درونتان بیابند و حقیقتی را که بدان اشاره دارند را حس کنید. حقیقتی که البته همکنون در درونتان هست. همچنین مفید خواهد بود اگر کتاب را گهگاه به طور اتفاقی باز کنید. یک صفحه یا فقط قسمتی از آن را بخوانید و بگذارید واژه‌ها راهی به سوی آن بود عمیق درون که فراسوی کلمات و فراسوی افکار است به شما نشان دهند. حقیقتی که آنها نشان می دهند، یعنی بود بی زمان آگاهی، چیزی نیست که بتوان از طریق تفکر استدلالی و فهم عقلانی به آن دست یافت. این متن نسخه فشرده کتاب زمینی نو نیست. اگرچه در برگیرنده بعضی توصیه های قدرتمند از کتاب اصلی است، اما در اینجا مطالب نسبتاً کمتری درباره نفس تحتانی وجود دارد و تقریباً هیچ مطلبی راجع به کالبد درد نیامده است. به عبارت دیگر، اگر شما خواستار درک و به تبع آن جستجوی آن الگوهای ذهنی عاطفی در درون خود باشید که مانع ظهور آگاهی جدید در شما می‌شوند، باید به سراغ کتاب اصلی بروید. در واقع این متن بیشتر به درد کسانی می‌خورد که کتاب زمینی نو را شاید بیش از یک بار خوانده اند و عمیقا به آن پاسخ داده اند و درجاتی از تحول را از طریق آن تجربه کرده اند. محتوای اطلاعاتی این کتاب نسبتاً از اهمیت کمتری برخوردار است.
هدف از خواندن این کتاب یادگیری مطلب جدیدی نیست، بلکه بیشتر برای عمیق‌تر شدن، حضور بیشتر یافتن و بیداری از جریان تفکر دائم و اجبار است. اگر هیچ گونه شناخت درونی، هرچند دور و زود گذر، از آنچه کلمات بدان اشاره دارند وجود نداشته باشد، کلمات کاملاً بی‌معنی خواهند بود و چیزی جز مفاهیمی انتزاعی از آنها باقی نخواهد ماند. و اگر چنین شناختی وجود داشته باشد، بدان معنی است که آگاهی بیدار شده در حال بیرون آمدن از درون شماست و کلماتی که می‌خوانید در این امر به شما کمک می‌کنند. اگر در این کتاب به قسمت‌هایی رسیدید که احساس می‌کنید قدرتمند هستند، می‌خواهم بدانید آنچه احساس می‌کنید قدرت معنوی درون خودتان است. به عبارت دیگر، آن کسی که شما در ذات خود هستید است. تنها روح است که روح را باز می‌شناسد. فصل اول: رفتن به فراسوی فکر. تفکر چیزی جز بچه کوچکی از تمامیت آگاهی، یعنی تمامیت آن کسی که شما هستید، نیست. آنچه اکنون در حال به وجود آمدن است، یک سیستم اعتقادی جدید، مذهبی جدید، ایدئولوژی معنوی یا اسطوره شناسی نیست. ما در حال رسیدن به تحول بزرگ در قلمرو آگاهی هستیم. این تغییر به سطحی عمیق‌تر از محتوای ذهن و افکار شما نفوذ می‌کند. در حقیقت در قلب این آگاهی جدید، رفتن به ماورای فکر قرار گرفته است. قابلیت جدید رفتن به ورای فکر و شناخت بودی در درون خودتان که بی نهایت وسیع تر از فکر است. از این پس دیگر شما هویتتان را، یعنی درکتان از آن کسی که هستید را، از جریان پیاپی تفکر نمی گیرید. یا بهتر بگویم، شما دیگر آن هویتی که در آگاهی پیشینتان به عنوان خود می‌پنداشتید و حاصل افکارتان بود نیستید. چه رهایی بزرگی است که دریابید آن صدای درون سر من، آن کسی که من هستم، نیست. پس من کیستم؟ کسی که این جریان را مشاهده می‌کند، هوشیاری که مقدم بر فکر است، فضایی که فکر، احساس یا دریافت حسی در آن واقع می‌شود. علت اصلی ناشادی هرگز ناشی از یک موقعیت نیست، بلکه ناشی از افکار شما نسبت به آن موقعیت است. نسبت به افکارتان آگاه باشید. آنها را از موقعیت که همواره خونسا و همیشه همانطوری است که هست جدا کنید. در یک طرف موقعیت یا واقعیت وجود دارد و در طرف دیگر افکار من درباره آن. به جای داستان پردازی به واقعیت بپردازید. به طور مثال، من نابود شدم. یک داستان است. این امر شما را محدود می‌کند و از برداشتن قدم مؤثر باز می‌دارد. در حساب بانکی هم 50 سنت باقی مانده است. یک واقعیت است. مواجه شدن با واقعیت همیشه نیروبخش است. آگاه باشید که آنچه می‌اندیشید تا حد زیادی احساسات شما را می‌آفریند. ارتباط بین تفکر و احساستان را ببینید. بیشتر از این که افکار و احساستان باشید، آگاهی پشت آنها باشید. به گفته انجیل، خرد این جهان نزد خداوند حماقت است. خرد این جهان چیست؟ حرکت فکر و معنایی که منحصراً از فکر گرفته می شود. فکر کردن یک موقعیت یا رخداد را مجزا می کند و آن را خوب یا بد می نامد، طوری که انگار وجود مستقلی داشته است. به واسطه تکیه بیش از اندازه بر تفکر، واقعیت از هم می پاشد و تکه تکه می شود. این تکه تکه شدن یک توهم است، اما تا زمانی که شما در دام آن باشید خیلی واقعی به نظر می رسد. در صورتی که جهان یک کل غیر قابل تقسیم است که اجزای آن به هم مرتبطند و هیچ چیز به طور مجزا وجود ندارد. به هم پیوستگی عمیق همه پدیده ها و رخدادها اشاره به این دارد که برچسب‌های ذهنی خوب و بد در نهایت غیر واقعی هستند. آنها همیشه دید محدودی به ما می‌دهند و به همین دلیل فقط به طور نسبی و موقت واقعی هستند. نه هیچ رخدادی اتفاقی است و نه هیچ رخداد یا پدیده‌ای به خودی خود به طور مجزا وجود دارد. اتم‌هایی که بدن شما را می‌سازند زمانی در درون ستارگان به وجود آمدند و علل حتی کوچکترین رخدادها تقریبا نامحدود و به طور غیر قابل فهمی
در ارتباط با تمامیت هستی است. اگر شما بخواهید علت هر رخداد را ردیابی کنید، مجبور خواهید بود که کل مسیر را تا آغاز آفرینش بازگردید. کیهان بی نظم نیست. در واقع کلمه کیهان به معنی نظم است. اما نه آن نظمی که ذهن بشر تا به حال آن را درک کرده باشد. هرچند می تواند گاهی نگاهی اجمالی بدان بیاندازد. وقتی ما وارد جنگلی می شویم که مداخله انسان تغییری در آن نداده است، ذهن متفکر ما در اطراف خود تنها بی نظمی و اغتشاش می بیند. او حتی قادر نخواهد بود تفاوتی بین زندگی و مرگ قائل شود، چرا که در همه جا زندگی جدیدی از مواد در حال پوسیدگی و فساد در حال رشد است. ما فقط زمانی که به اندازه کافی در درون ساکن شده باشیم و سر و صدای تفکر فروکش کرده باشد، می توانیم از وجود یک هماهنگی پنهان، یک تقدس، یک نظم برتر آگاه شویم که در آن همه چیز در بهترین جای خود قرار گرفته است و چیزی نمی توانست جز آنچه که هست و آن گونه که هست باشد. ذهن در یک پارک فضا سازی شده احساس راحتی بیشتری دارد، زیرا به طور طبیعی ایجاد نشده بلکه با فکر طراحی شده است. در اینجا نظم حاکم است که برای ذهن قابل درک است. در جنگل نظم غیر قابل فهمی وجود دارد که برای ذهن شبیه به بی نظمی است و فراتر از دستبندی خوب و بد ذهنی است. شما نمی توانید آن را به کمک فکرتان بفهمید، اما هنگامی که فکر را رها می کنید، ساکن و هوشیار می شوید و سعی در درک و توضیح آن ندارید، می توانید آن را حس کنید. فقط در این صورت است که می توانید از تقدس جنگل آگاه شوید. به محض اینکه این هماهنگی پنهان، این تقدس را حس کردید، در میابید که از آن جدا نیستید و وقتی این را فهمیدید، یک جزء آگاه از آن می شوید. به این شکل طبیعت به شما کمک می کند که دوباره با تمامیت هستی هم نوا شوید. واقعیت اکثر مردم این است. به محض اینکه چیزی دریافت می شود، توسط خود مجازی یا همان نفس تحتانی، نامگذاری، تعریف، تفسیر یا با چیز دیگری مقایسه می گردد و بر آن برچسب خوب یا بد زده می شود. این افراد در اشکال فکر در سطح آگاهی موضوعی اسیر می شوند. شما به بیداری معنوی نائل نمی شوید مگر اینکه این نامگذاری اجباری و ناآگاهانه متوقف شود یا حداقل از آن آگاه شوید و به این شکل بتوانید آن را همانطوری که اتفاق می افتد مشاهده کنید. به خاطر همین نامگذاری مداوم است که نفس تحتانی به عنوان ذهن مشاهده نشده در جای خود باقی می ماند. هرگاه این روند متوقف شود و یا حتی همین که از آن آگاه شوید، فضای درونی ایجاد می گردد و شما دیگر در تسخیر ذهن نخواهید بود. شیء نزدیک به خود انتخاب کنید. به طور مثال یک قلم، صندلی، فنجان یا گیاه و به طور بصری به کشف آن بپردازید. یعنی با علاقه زیاد و تقریبا کنجکاوی به آن نگاه کنید. از انتخاب هر شیئی که به آن وابستگی شخصی دارید یا یادآوری گذشته است، مثل جایی که آن را خریده اید یا کسی که آن را به شما داده است و امثال اینها اجتناب کنید. همچنین از هر چیزی که روی آن نوشته‌ای دارد، مثل کتاب یا بطری، پرهیز کنید، چرا که تحریک کننده فکر است. بدون فشار، راحت اما هوشیارانه توجه کاملتان را به آن شیء بدهید، به همه جزئیاتش. اگر فکری آمد درگیرش نشوید. این افکار نیستند که مورد علاقه شما هستند، بلکه عمل درک کردن است. یعنی خود ادراک است که مورد نظر است. آیا می توانید فکر کردن را از درک کردن جدا کنید؟ آیا می توانید نگاه کنید بدون اینکه صدای درون سرتان نظر بدهد، نتیجه گیری کند، مقایسه نماید یا بخواهد چیزی بفهمد؟ بعد از چند دقیقه اجازه دهید نگاهتان دور اتاق و هر جایی که هستید بگردد و توجه و هوشیارتان هر چیزی را که رویش مکث می‌کند روشن نماید. سپس به هر صدایی که ممکن است وجود داشته باشد گوش کنید. به آنها طوری گوش دهید که به چیزهای اطرافتان نگاه کردید. بعضی از این صداها ممکن است طبیعی باشند، مثل صدای آب، باد، پرندگان، در حالی که سایر آنها ساخته انسانند. ممکن است بعضی خوشایند
و بقیه ناخوشایند باشند. با این حال تفاوتی بین خوب و بد قائل نشوید. بگذارید هر صدایی همانطور که هست باشد، بدون اینکه آن را تفسیر کنید. در این مورد هم توجه راحت و آرام اما هوشیارانه کلید اصلی است. وقتی ما بدون تفسیر کردن یا برچسب ذهنی زدن درک میکنیم، یعنی بدون اضافه کردن فکر به دریافتهای ما درک میکنیم، میتوانیم ارتباط و به هم پیوستگی عمیقی را که در ورای دریافت ما از اشیاء ظاهراً جدا وجود دارد حس کنیم. ببینید آیا میتوانید صدای درون سرتان را دریابید، یعنی متوجه آن شوید. شاید همین الان دارد از چیزی شکایت میکند. آیا میتوانید بفهمید این صدا چیست؟ این صدای نفس تحتانی است که چیزی بیش از یک الگوی شرطی شده ذهنی یا یک فکر نیست. هرگاه متوجه این صدا شدید، خواهید فهمید که شما این صدا نیستید، بلکه کسی هستید که از آن آگاه است. در حقیقت شما آن آگاهی هستید که از این صدا آگاه است. در پشت صحنه آن آگاهی وجود دارد و در جلوی صحنه این صدا یا فکر کننده قرار دارد. به این شکل شما از نفس تحتانی یا همان ذهن مشاهده نشده خلاص می شوید. نامحدود را نمی توان با مفاهیم تعریف کرد و نه با فرمول های ریاضی. هیچ فکری نمی تواند وسعت تمامیت را محدود کند. واقعیت یک کل واحد است، اما فکر آن را تکه تکه می کند. این امر موجب یک برداشت اشتباه اساسی می شود. برای مثال، اینکه پدیده ها و رخدات های مجزا یا جدا از تمامیت وجود دارند یا اینکه این علت آن است. هر فکری چشمنداز به ما می دهد و هر چشمندازی ذاتاً به محدودیت اشاره دارد که در نهایت به معنی حقیقت نداشتن آن یا حداقل مطلق نبودن آن است. فقط تمامیت کل حقیقت دارد، اما کل را نمی شود گفت یا فکر کرد. در برای محدودیت های تفکر و بنابراین غیر قابل فهم برای ذهن بشر، همه چیز در زمان حال اتفاق می افتد. همه آنچه تا به حال بوده یا خواهد بود همکنون هست، البته خارج از زمان که یک ساختار ذهنی است. وقتی شما جهان را با واژه ها و برچسب ها نمی پوشانید، یک حس معجزه آسا که دیر زمان است گم شده است دوباره به زندگیتان باز می گردد. همان حسی که از وقتی بشریت به جای استفاده از فکر در تسخیر فکر قرار گرفت از دست رفت. جرفایی به زندگیتان باز می گردد. اشیا و پدیده ها تازگی و تراوتشان را باز می یابند و بزرگترین معجزه تجربه خود حقیقیتان است، به عنوان آنچه بر هر کلمه فکر برچسب ذهنی و تصویر مقدم است و ارجحیت و اولویت دارد. برای محقق شدن این امر لازم است حسی که از من دارید، حسی که از بودن دارید را از گیر همه چیزهایی که با آن در هم آمیخته است رها سازید، یا به عبارت دیگر از گیر هر آنچه با آن تعریف شده است و شناسایی می شود خلاص کنید. آیا ممکن است از این عقیده که شما باید و یا لازم است بدانید که چه کسی هستید رهایی یابید، یا به عبارت دیگر آیا می توانید برای به دست آوردن درک از خود به دنبال تعریف ذهنی نباشید؟ آیا می توانید برای هویت به دنبال فکر نروید؟ هرچه بیشتر هویتتان را از افکارتان بگیرید، بیشتر از بُعد معنوی درونتان جدا می شوید. تعریف خود از طریق فکر محدود کردن خود است. وقتی شما کاملا بپذیرید که نمی دانید، در واقع وارد وضعیتی از آرامش و روشنی می شوید که به آنچه واقعا هستید نزدیکتر است تا آنچه فکر می تواند باشد. در جستجوی شادی نباشید. اگر آن را جستجو کنید، هرگز آن را نخواهید یافت، زیرا جستجو کردن ناقض شادی است. شادی همیشه گریزان است، اما رهایی از ناشادی همکنون قابل دستیابی است. از طریق مشاهده شدن با آنچه هست، نه داستان پردازی درباره آن. ناشادی وضعیت طبیعی تندرستی و خوشبختی و آرامش درونی شما را، یعنی سرچشمه شادی حقیقی را می پوشاند. فصل دوم، نیروی لحظه حاضر.
بزرگترین دشمن نفس تحتانی لحظه حاضر است که می توان گفت خود زندگی است. زمان به شکل توالی بی پایان لحظه ها به نظر می رسد که بعضی خوب و بعضی بد هستند، ولی از طریق آنچه که واقعا تجربه می کنید به این موضوع نگاه دقیق تری بیاندازید، متوجه می شوید که اصلا لحظه های بسیاری وجود ندارند. سپس کشف می کنید که فقط این لحظه همواره وجود دارد. زندگی همیشه در لحظه حال است. تمام زندگی شما در این لحظه حال دائم جاری می شود. حتی لحظات گذشته و آینده فقط وقتی وجود دارند که شما از طریق فکر کردن به آنها در تنها لحظه‌ای که وجود دارد، یعنی این لحظه، آنها را به خاطر می آورید یا انتظار آنها را می کشید. پس چرا اینطور به نظر می رسد که لحظات بسیار وجود دارند؟ به این دلیل که لحظه حاضر با آنچه اتفاق می افتد مغشوش شده و اشتباه گرفته می شود. فضای حال با آنچه در این فضا رو می دهد اشتباه گرفته می شود. اشتباه گرفتن لحظه حاضر با محتوای آن نه تنها منجر به توهم زمان می گردد، بلکه به ایجاد توهم نفس تحتانی نیز قوت می بخشد. اینطور به نظر می رسد که همه چیز تحت تأثیر و وابسته به زمان است، در صورتی که همه اتفاقات در حال روی می دهند. این یک تناقض است. به هر جا نگاه می کنید شواهد دقیق بسیاری می بینید که واقعیت داشتن زمان را نشان می دهند. به طور مثال یک سیب فاسد شده یا تصویر شما در آینه در مقایسه با تصویر 30 سال پیش شما در یک عکس. با این همه شما هرگز هیچ مدرک مستقیمی از خود زمان نمیابید و هیچ وقت آن را بیواسطه تجربه نمی کنید. شما همواره فقط لحظه حاضر را درک می کنید، یا بیشتر مواقع آنچه در لحظه حال اتفاق می افتد را تجربه می نمایید. اگر شما فقط با آنچه مستقیما مشاهده می کنید پیش بروید، زمان وجود ندارد و حال تمام آن چیزی است که همیشه هست. هر آنچه هست یا اتفاق می افتد شکل است، شکلی که حال به خود می گیرد و جهان پیرامون ما را می سازد. تا زمانی که در درون شما مقاومت و مخالفتی نسبت به آن وجود داشته باشد، شکل که می توانیم آن را جهان بخوانیم یک مانع غیر قابل نفوذ است که شما را از آن کسی که در ورای شکل هستید جدا می کند. یعنی شما را از آن هستی یگانه بیشکل که واقعا هستید جدا می سازد. وقتی شما با شکلی که حال به خود می گیرد از درون موافقت کنید، همان شکل دروازه ورود به بیشکلی می شود و جدایی بین جهان خداوند از بین می رود. اگر شما با آنچه اتفاق می افتد مخالفت کنید، تحت تسلط هر آنچه روی می دهد قرار می گیرید و جهان شادی و ناشادی شما را تعیین می کند. بیشتر نفس‌های تحتانی خواسته های متضادی دارند. آنها در زمانهای مختلف چیزهای مختلف می خواهند، یا شاید حتی نمی دانند چه می خواهند، به جز این که آنها آنچه هست یعنی لحظه حاضر را نمی خواهند. در هماهنگی بودن با آنچه هست به این معناست که در یک ارتباط بدون مخالفت و مقاومت درونی با هر آنچه روی می دهد باشید. یعنی برچسب ذهنی خوب یا بد به اتفاقات نزنید، بلکه اجازه بدهید آنها همانطور که اتفاق می افتند باشند. آیا این بدان معناست که شما دیگر نمی توانید عملی انجام دهید که زندگیتان را تغییر دهد؟ کاملا برعکس. وقتی اساس اعمال شما هماهنگی درونی با لحظه حاضر باشد، اعمال شما از خود شعور هستی نیرو می‌گیرند. وقتی شما مضطرب یا تحت فشار هستید، آگاهی از هدف درونی خود را از دست داده اید و هدف بیرونی اولویت یافته است. شما فراموش کرده اید که وضعیت آگاهی شما همیشه در درجه اول اهمیت قرار دارد و بقیه موارد همگی در درجه دوم اهمیت هستند. چرا اضطراب، فشار یا منفی‌گرایی به وجود می‌آید؟ به دلیل اینکه شما از لحظه حاضر غافل شده اید. و چرا این غفلت پیش می آید؟ چون شما فکر کرده چیز دیگری مهمتر است و هدف اصلی را فراموش کردید. یک خطای کوچک، یک برداشت نادرست، دنیایی از رنج می آفریند. نفس تحتانی به 3 شکل با لحظه حاضر برخورد می کند. یک، به عنوان وسیله برای رسیدن به چیزی و پایان دادن به آن.
2 به عنوان مانع، 3 به عنوان دشمن. وقتی شما در مقابل شکلی که زندگی در این لحظه به خود گرفته است واکنش نشان می دهید و هنگامی که حال را به عنوان وسیله، مانع یا دشمن در نظر می گیرید، آن بخش از هویتتان که وابسته به شکل است، یعنی نفس تحتانی را تقویت می کنید. این وضعیت منجر به واکنش گرایی نفس تحتانی می شود. واکنش گرایی یعنی چه؟ یعنی معتاد شدن به واکنش. هرچه بیشتر واکنش گرا شوید، بیشتر گرفتار شکل می شوید و هرچه بیشتر خود را با شکل بشناسید و یکی بدانید، نفس تحتانی قوی تر می گردد. در چنین وضعیتی، هستی شما، بخش اصیل وجود شما که بی شکل است، دیگر از طریق شما نمی درخشد یا به ندرت درخشش می یابد. مردم خود را طوری باور کرده اند که انگار شادی آنها به اتفاقاتی که می افتد بستگی دارد، یعنی خوشنودی آنها وابسته به شکل است. آنها تشخیص نمی دهند که آنچه روی می دهد بی ثبات‌ترین چیز در دنیاست و دائما در حال تغییر است. به نظر آنها لحظه حاضر توسط اتفاقی که افتاده ولی نباید پیش می آمد خراب شده است، یا به دلیل اتفاقی که نیفتاده ولی باید پیش می آمد کمتر از آن چیزی است که باید باشد. از این رو آنها کمال عمیق‌تری را که در خود زندگی نهان است از دست می دهند. کمالی که همیشه از قبل همینجاست و در ورای آنچه اتفاق می افتد یا نمی افتد قرار دارد، یعنی در ورای شکل. لحظه حاضر را بپذیرید و بی نقص بودن و کمالی را که ژرف‌تر از هر شکل و در ورای زمان است دریابید. مهمترین نکته این است که اصیل‌ترین ارتباط در زندگی شما ارتباط با حال، یا بهتر بگویم با شکلی است که حال به خود می‌گیرد، یعنی هر آنچه اکنون هست یا اتفاق می‌افتد. اگر ارتباط شما با حال نادرست باشد، این عیب در تمام ارتباطات و موقعیت‌هایی که با آن روبرو می‌شوید انعکاس خواهد یافت. می‌توان نفس تحتانی را به این شکل تعریف کرد: یک ارتباط معیوب با لحظه حاضر. در همین لحظه شما می توانید تصمیم بگیرید که می خواهید چه نوع ارتباطی با لحظه حاضر داشته باشید. آیا من می خواهم لحظه حاضر دوست من باشد یا دشمن من؟ از آنجایی که لحظه حاضر از زندگی جدای ناپذیر است، در واقع تصمیم می گیرید که می خواهید چه نوع ارتباطی با زندگی داشته باشید. اگر تصمیم گرفتید که لحظه حاضر دوست شما باشد، هر وقت بخواهید می توانید اولین گام را در این جهت بردارید، یعنی با آن دوستانه برخورد کنید و آن را با خوشنودی بپذیرید، بدون اینکه اهمیت بدهید که به چه شکل از راه میرسد، و خیلی زود نتایج آن را خواهید دید. زندگی با شما دوستانه رفتار میکند، مردم یاری رسان میشوند و اوضاع بر وفق مراد میگردد. یک تصمیم تمام زندگی شما را تغییر میدهد، ولی شما باید همین یک تصمیم را دوباره و دوباره و دوباره تکرار کنید تا زندگی کردن به این شیوه برایتان طبیعی شود. حذف زمان از آگاهیتان حذف نفس تحتانی است. این تنها تمرین معنوی حقیقی است. چیزی که در موردش صحبت می‌کنیم حذف زمان روانی است، که به معنای درگیری و مشغولیت بی‌پایان ذهن نفسانی با گذشته و آینده است و همچنین به معنای عدم تمایل به یکی شدن با زندگی از طریق زیستن در هماهنگی با لحظه حاضر می باشد، لحظه ای که هستی آن اجتناب ناپذیر است. وقتی نگفتن به زندگی که عادت شده است تبدیل به آری شود و شما به لحظه حاضر اجازه دهید همان گونه که هست باشد، زمان و نفس تحتانی را محو می کند. نفس تحتانی برای زنده ماندن باید زمان، گذشته و آینده را بسیار مهمتر از لحظه حاضر جلوه دهد. زمان بود افقی زندگی و لایه سطحی واقعیت است. پس از آن بود عمودی یا عمق زندگی است که فقط از طریق دروازه لحظه حاضر در دسترس شماست. نیرویی که در لحظه حاضر پنهان شده است آگاهی است. به همین دلیل می توان آن را حضور نیز نامید. هدف نهایی وجود انسان، یا به عبارت دیگر هدف شما، آوردن آن نیرو به این جهان است. هدف اصلی شما این است که به آگاهی اجازه دهید تا در هر کاری که می کنید جاری شود. هدف ثانوی شما هر چیزی است که می خواهید از طریق عمل کردن به دست بیاورید. با در نظر گرفتن اینکه مفهوم هدف
همیشه در پیوند با آینده بوده است. حالا هدفی ژرف‌تر وجود دارد که از طریق حذف کسب کردن زمان فقط در لحظه حاضر یافت می شود. هدف ثانویه یا بیرونی شما در بُعد زمان قرار دارد، در حالی که هدف اصلی شما از حال جدای ناپذیر است. از این رو به حذف کردن زمان نیاز دارید. چطور آنها با هم مصالحه می کنند؟ با درک این موضوع که تمام زندگی شما نهایتاً از گام‌هایی که دارید در این لحظه برمی‌دارید تشکیل شده است. همیشه فقط یک گام وجود دارد و شما تمام توجه خود را به آن معطوف می‌کنید. این بدان معنی نیست که شما دیگر نمی‌دانید به کجا می‌روید، بلکه فقط به این معنی است که این گام در اولویت است و مقصد در درجه دوم اهمیت قرار دارد و همچنین آنچه در مقصد با آن روبرو می‌شوید وقتی که به آنجا می‌رسید بستگی به کیفیت این یک گام دارد. به عبارت دیگر، آنچه آینده برای شما در بر دارد به وضعیت آگاهی کنونی شما وابسته است. شما از طریق لحظه حاضر به نیروی خود زندگی دسترسی دارید که به طور سنتی به آن خدا گفته می‌شود. به محض اینکه از آن روی برگردانید، خدا دیگر یک واقعیت در زندگی شما نیست و آنچه برای شما باقی میماند یک مفهوم ذهنی از خداست که بعضی از مردم به آن باور دارند و برخی دیگر آن را انکار میکنند. حتی اعتقاد داشتن به خدا فقط یک جایگزین ضعیف برای حقیقت زنده تجلی خدا در لحظه به لحظه زندگی. فصل سوم، من کیستم؟ حقیقت غایی آن کسی که شما هستید، من این هستم یا من آن هستم نیست، بلکه فقط من هستم است. یکی انگاشتن این بدن جسمانی که با حواس قابل درک است با من، یعنی یکسان فرض کردن بدنی که قرار است پیر شود، پژمرده شود و بمیرد، با خود دیر یا زود باعث رنج می‌گردد. خودداری از یکی انگاشتن خود با بدن به این معنا نیست که آن را نادیده بگیرید، ناچیز بشمارید یا دیگر به آن اهمیت ندهید. اگر بدن قوی بنی، زیبا یا نیرومند باشد، شما می توانید از تمامی این ویژگی ها تا زمانی که هستند لذت ببرید و قدرش را بدانید. همچنین می توانید شرایط بدنتان را با تغذیه صحیح و ورزش بهبود بخشید. اگر بدنتان را با آن کسی که هستید یکی ندانید، هنگامی که زیبایی کمرنگ می شود، نیرو کاستی می یابد یا بدن ناتوان می شود، به هیچ وجه بر احساس ارزشمند بودن یا هویت شما تأثیری نمی گذارد. در حقیقت با ضعیف شدن بدن، آن بُعد بیشکل، آن نور آگاهی راحت تر می تواند از طریق این شکل در حال محو شدن بدرخشد. نفس تحتانی زمانی ایجاد می شود که حس شما از بودن، از من هستم یا همان آگاهی بیشکل با شکل در آمیخته شود. این معنای هویت است. این غفلت از بودن است، همان خطای نخستین، توهم جدایی مطلق که واقعیت را به کابوس بدل می کند. نفس تحتانی پیامد هویت گرفتن از شکل یا خود را با شکل شناختن است، یعنی جستجوی خود در یک شکل و در نتیجه از دست دادن خود در آن. شکل‌ها فقط اشیاء مادی و بدن‌های فیزیکی نیستند. اساسی‌تر از همه اشکال بیرونی، یعنی اجسام و بدن‌ها، اشکال فکر هستند که به طور دائم در حوزه آگاهی به وجود می‌آیند. شما یک انسان هستید. این به چه معناست؟ تسلط بر زندگی به معنای کنترل نیست، بلکه یافتن تعادلی بین انسان و بودن است. مادر، پدر، شوهر، زن، جوان، پیر، همه نقش‌هایی که بازی می‌کنید، تمام وظایفی که به انجام می‌رسانید، هر آنچه می‌کنید، همه و همه متعلق به بُعد انسانی است. این موارد جایگاه خود را دارند و باید به آنها احترام گذاشت، اما به خودی خود برای یک رابطه واقعا معنادار و کامل یا برای زندگی کافی نیستند.
انسان به تنهایی هیچگاه کافی نیست. مهم نیست که چقدر سخت تلاش میکنید یا به چه دستاوردی میرسید. پس از همه اینها بودن است که در حضور ساکن و هوشیار خودآگاهی وجود دارد. همان آگاهی که شما هستید. انسان شکل است. بودن بیشکل است. انسان و بودن از هم جدا نیستند، بلکه در هم تنیده اند. هنگامی که شما به ناپایداری شکل‌ها آگاه می‌شوید، وابستگیتان به آنها کمتر می‌شود و تا حدی کسب هویتتان از آنها کاهش می‌یابد. عدم وابستگی به این معنی نیست که دیگر نمی‌توانید از چیزهای خوبی که در دنیا به شما عرضه می‌کند لذت ببرید. در واقع از آنها بیشتر لذت می‌برید. وقتی ناپایداری همه چیزها و غیر قابل اجتناب بودن تغییر را ببینید و بپذیرید، می توانید از لذات دنیاوی تا زمانی که هستند بدون ترس از دست دادن یا نگرانی از آینده لذت ببرید. وقتی شما وابسته نیستید، از نقطه بالاتری وقایع زندگیتان را می بینید و دیگر در دام آنها نمی افتید. عیسی مسیح گفته است: خوشبخت آنان که در روح فقیر هستند، زیرا پادشاهی بهشت از آن آنهاست. در روح فقیر بودن به چه معناست؟ به معنی بدون کولبار درونی بودن و بدون هویت ها بودن است. یعنی فاقد هر چیز و هر مفهوم ذهنی که در بردارنده حسی از خود است. و پادشاهی بهشت به چه معناست؟ به معنی لذت ساده ولی عمیق بودن است که وقتی هویت ها را رها کنید و در نتیجه در روح فقیر شده باشید همیشه هست. چطور خود را از وابستگی به چیزها رها می‌کنید؟ حتی تلاش هم نکنید، چون غیر ممکن است. وابستگی به چیزها خود به خود از بین می‌رود. البته وقتی که دیگر خودتان را در آنها جستجو نکنید. در حین این اتفاق فقط نسبت به وابستگیتان به چیزها هوشیار باشید. گاهی ممکن است ندانید که به چیزی وابسته اید و از آن هویت می‌گیرید تا زمانی که آن را از دست بدهید یا ترس از دست دادن آن برایتان پیش بیاید. اگر در چنین شرایطی ناراحت یا مضطرب و نگران شوید، به آن معناست که شما وابسته اید. وقتی آگاه باشید که خود را با چیزی یکی انگاشته اید و بخشی از خود را در آن می شناسید، آن هویت دیگر کامل نیست. من هوشیاری هستم که از وابستگیش آگاه است. این آغاز تغییر آگاهی است. وقتی شما بر ژرفای غیر قابل درک فضا تعمق می کنید یا به سکوت سحرگاه درست پیش از طلوع آفتاب گوش می سپارید، چیزی در درون شما با آن فضا و سکوت هماهنگ می شود و به ارتعاش در می آید، چیزی که انگار آن را می شناسید. سپس عمق بیکران فضا را به شکل عمق خودتان احساس می کنید و آن سکون گرانبها که هیچ شکلی ندارد را بسیار عمیق‌تر از هر آنچه تشکیل دهنده محتوای زندگیتان است به عنوان آن کسی که هستید می شناسید. واقعیت دوگانه جهان شامل ماده و فضا، یعنی وجود و عدم، نیز متعلق به خودتان است. یک زندگی معقول، متعادل و مفید بشری رقصی است بین دو بودی که واقعیت را می سازند، یعنی شکل و فضا. اکثر مردم آنقدر خودشان را با بود شکل، دریافت‌های حواس و افکار و احساسات یکی می‌دانند که نیمه پنهان و حیاتی دیگر در زندگیشان گم شده است. کسب هویت از شکل آنها را در دام نفس تحتانی نگه داشته است. درست همانطور که فضا، عدم، بیشکلی به همه چیز امکان وجود می‌دهد و همانطور که بدون سکوت هیچ صدایی نمیتوانست وجود داشته باشد، شما هم بدون آن بود بیشکل حیاتی که ذات شماست وجود نمی داشتید. میتوانستیم آن را خدا بنامیم، البته اگر از این کلمه اینقدر سوء استفاده نشده بود. من ترجیح میدهم آن را هستی بنامم. هستی مقدم بر وجود است. وجود شکل و محتوا و آنچه اتفاق میفتد است. وجود جلوه صحنه زندگی ظاهر است. هستی پشت صحنه زندگی باطن است، همانطور که همیشه بوده است.
بیماری جمعی بشر این است که مردم چنان مجذوب آنچه اتفاق می افتد شده اند، چنان با دنیای اشکال در حال نوسان مسخ شده اند و چنان جذب محتوای زندگیشان شده اند که جوهر یا ذات را که در ورای محتوا شکل و فکر است فراموش کرده اند. آنها آنقدر تحت تأثیر زمان از پا در آمده اند که جاودانگی را که اصلشان، موتنشان و سرنوشتشان است فراموش کرده اند. جاودانگی واقعیت زنده آن کسی است که شما هستید. دیدن زیبایی یک گل هر چند مختصر میتواند شما را نسبت به آن زیبایی که طبیعت حقیقی شماست بیدار کند. همان زیبایی که یک بخش ذاتی از درونی ترین سطح وجود خودتان است. شعف و عشق ذاتاً با آن شناخت مرتبط هستند. گلها می توانند در قالب شکل مظهر آنچه که متعالی ترین، مقدس ترین و نهایت آن بیشکلی که در درون خودمان است باشند. گلها بسیار شکننده تر، لطیفتر و ظریفتر از گیاهانی هستند که از آنها سر بیرون آورده اند. آنها مانند پیام‌آورانی از قلمروی دیگر، مانند پلی بین جهان شکل‌های فیزیکی و بیشکلی هستند. آنها نه تنها عطر دلپذیر و لطیفی دارند، بلکه آورنده رایحه‌ای از قلمروی روح هستند. هنگامی که آگاه هستید و بدون هیچ تعریف ذهنی بر یک گل تعمق می‌کنید، برای شما تبدیل به پنجره‌ای به سوی بیشکلی می‌شود و گشایشی درونی هر چند کوچک به سوی بُعد معنوی به وجود می آید. وقتی شما نقش بازی نمی کنید، به این معنی است که خودی، نفس تحتانی در آنچه انجام می دهید وجود ندارد. یعنی هیچ نیت ثانویه‌ای برای حفاظت یا تقویت خود در پشت عمل شما نهفته نیست. در نتیجه اعمال شما از قدرت بیشتری برخوردارند. شما کاملا بر موقعیت تمرکز دارید و با آن یکی می شوید. شما سعی نمی کنید شخص خاصی باشید. هنگامی که کاملا خودتان هستید، در نیرومندترین و موثرترین حالت هستید. چطور می توانم خودم باشم؟ این پرسش در هر صورت سؤال غلطی است، چون که این را می رساند که انگار باید کاری انجام دهید تا خودتان باشید. چطور اینجا کاربردی ندارد، چرا که شما همین الان خودتان هستید. فقط از اضافه کردن بار غیر ضروری بر روی آنچه هم‌اکنون هستید دست بردارید. اما من نمی‌دانم کی هستم، نمی‌دانم خودم بودن یعنی چه. اگر می‌توانید با ندانستن اینکه چه کسی هستید کاملا راحت باشید، در آن صورت آنچه باقی می‌ماند آن کسی است که شما هستید. یعنی هستی که پشت وجود انسانی شماست، یعنی حوزه توانایی بالقوه خالص به جای یک تعریف ذهنی. از تعریف کردن خودتان برای دیگران یا برای خودتان دست بردارید. شما نخواهید مرد، زنده خواهید شد. و نگران این نباشید که دیگران شما را چطور تعریف میکنند. وقتی شما را تعریف میکنند، خودشان را محدود میکنند. از این رو این مشکل آنهاست. هرگاه شما با دیگران ارتباط متقابل برقرار می کنید، در درجه اول به صورت حوزه از حضور آگاهانه آنجا باشید، نه برای انجام یک وظیفه یا ایفای یک نقش. شما در مقابل شکلی که زندگی در این لحظه به خود گرفته است واکنش نشان می دهید و هنگامی که حال را به عنوان یک وسیله، یک مانع یا یک دشمن در نظر می گیرید، آن بخش از هویتتان که وابسته به شکل است، یعنی نفس تحتانی را تقویت می‌کنید. این وضعیت منجر به واکنشگرایی نفس تحتانی می‌گردد. واکنشگرایی به چه معناست؟ معتاد شدن به واکنش است. هرچه بیشتر واکنشگرا شوید، بیشتر گرفتار شکل می‌شوید و هرچه بیشتر خود را با شکل بشناسید، نفس تحتانی قوی‌تر می‌گردد. در چنین وضعیتی هستی شما، بخش مقدس وجود شما که بیشکل است، دیگر از طریق شکل نمی درخشد یا به ندرت درخشش می یابد. از طریق عدم مقاومت نسبت به شکل، آنچه درون شماست که ماورای شکل است، به صورت یک حضور همه جانبه،
یک نیروی ساکت که بسیار عظیم‌تر از هویت ناشی از شکل و کوتاه مدت شماست پدیدار می‌گردد. این همان کسی است که شما هستید، بسیار عمیق‌تر از هر چیز دیگری در جهان شکل. وقتی شما فکر می‌کنید، احساس می‌کنید، دریافت می‌کنید و تجربه می‌کنید، آگاهی به صورت شکل متولد می‌شود. آگاهی مجدداً به درون یک فکر، یک احساس، یک دریافت و یک تجربه حلول می‌کند. چرخه تولد دوباره که بودایی‌ها امیدوارند در نهایت از آن خلاصی یابند، به طور مستمر اتفاق می‌افتد و شما فقط در این لحظه از طریق نیروی حال می توانید از آن رهایی یابید. با پذیرش کامل شکل اکنون، شما به طور درونی با فضا که اساس اکنون است هماهنگ می شوید. با پذیرش از درون گسترده می شوید. این هماهنگی با فضا به جای هماهنگی با شکل است که چشمانداز درست و همچنین تعادل را به زندگی شما می آورد. مردم خود را طوری باور کردند که انگار شادی آنها به اتفاقاتی که می افتد بستگی دارد، یعنی خوشنودی آنها وابسته به شکل است. آنها تشخیص نمی دهند که آنچه روی می دهد بی‌ثبات‌ترین چیز در دنیاست و دائما در تغییر است. به نظر آنها لحظه حاضر توسط اتفاقی که افتاده ولی نباید پیش می آمد خراب شده است، یا به دلیل اتفاقی که نیفتاده ولی باید پیش می آمد کمتر از آن چیزی است که باید باشد. از این رو آنها کمال عمیق‌تری را که در خود زندگی نهان است از دست می‌دهند، کمالی که همیشه از قبل همین جاست و در برای آن چه اتفاق می‌افتد یا نمی‌افتد قرار دارد، یعنی در برای شکل. لحظه حاضر را بپذیرید و بی‌نقص بودن و کمالی را که ژرف‌تر از هر شکل و در برای زمان است دریابید. شعف بودن که تنها شادی حقیقی است نمی تواند از طریق شکل، دارایی، موفقیت، شخص یا یک اتفاق، یعنی از طریق هر آنچه به وقوع می پیوندد به سوی شما بیاید. آن شعف هرگز نمی تواند به سراغ شما بیاید، چرا که از بُعد بیشکل درون خود شما سرچشمه می گیرد، از خود آگاهی. بنابراین با آن کسی که شما هستید یکیست. فصل چهارم، بیداری. فقط با بیداری می توانید معنای حقیقی کلمه بیداری را درک کنید. وقتی که بیدار می شوید، به جای گم شدن در افکارتان، خود را به صورت آگاهی پشت آن افکار درک می کنید. سپس فکر کردن به عنوان یک فعالیت خودمختار که در خدمت خودش عمل می کند و شما را به تسخیر درآورده و زندگیتان را پیش می‌برد دیگر وجود نخواهد داشت. هوشیاری از تفکر سبقت می‌گیرد و بر آن تسلط می‌یابد. به جای اینکه فکر کردن متصدی امور زندگی شما باشد، تبدیل به خدمتکار هوشیاری می‌گردد. هوشیاری ارتباط آگاهانه با شعور تمامیت هستی است. هوشیاری به معنی آگاهی بدون فکر یا حضور است. ارتباط بین هوشیاری و تفکر چیست؟ هوشیاری فضایی است که تفکر در آن واقع می شود هنگامی که آن فضا از خود آگاه شده باشد. هدف درونی شما بیدار شدن است، به همین سادگی. شما این هدف را با هر فرد دیگر در این سیاره سهیم هستید، چرا که این هدف بشریت است. هدف درونی شما یک بخش ضروری از هدف تمامیت هستی، جهان و شعور در حال آشکار شدن آن است. هدف بیرونی شما می تواند با گذر زمان تغییر کند. هدف بیرونی فرد به فرد بسیار متفاوت است. یافتن هدف درونی و در هماهنگی با آن زیستن پایه اصلی برآوردن هدف بیرونی شماست. این اساس موفقیت حقیقی است. رفتن به ورای رنج تقدیر بشریت است، ولی نه به شیوهی که نفس تحتانی فکر می کند. یکی از فرضیات گوناگون و پرغلط نفس تحتانی و یکی از فکرهای فریب دهنده آن این است: من نباید رنج بکشم،
خود این فکر ریشه در رنج دارد. رنج یک هدف اصیل دارد: تکامل آگاهی، بیداری و سوزاندن کامل نفس تحتانی. مردی که به صلیب کشیده شده تصویری از یک الگوی باستانی در ناخودآگاه ماست. این وضعیت هر مرد و زن است. تا زمانی که شما در مقابل رنج مقاومت می‌کنید، روند سوختن نفس تحتانی کندتر می‌گردد، به دلیل اینکه مقاومت شما نفس تحتانی بیشتری برای سوزانده شدن می‌آفریند. وقتی شما رنج را بپذیرید، به هر حال این روند سرعت می‌یابد، زیرا حاصل این واقعیت است که شما آگاهانه رنج می‌کشید. شما می‌توانید برای خودتان یا شخص دیگری مانند فرزندتان یا والدینتان رنج را بپذیرید. در دل رنج آگاهانه همواره دگرگونی درونی وجود دارد. آتش رنج به نور آگاهی تبدیل می‌شود. نفس تحتانی می‌گوید من نباید رنج بکشم، و این فکر باعث می شود که شما خیلی بیشتر رنج بکشید. این تحریف حقیقت است که همیشه متناقض به نظر می رسد. حقیقت این است: قبل از این که شما بتوانید به ورای رنج بروید، لازم است آن را بپذیرید. اگر این نمایش نفسانی که در زمین برپاست اساساً هدفی داشته باشد، یکی از اهداف غیر مستقیم آن این است: آفرینش رنج بیشتر و بیشتر در این سیاره. و رنج هرچند عمدتاً ساخته نفس تحتانی است، ولی نهایتاً ویرانگر آن نیز هست. این آتشی است که نفس تحتانی خود را در آن به طور کامل می سوزاند. بالاخره یک روز از نفس تحتانی رها خواهم شد، بیدار خواهم شد. چه کسی دارد حرف می زند؟ نفس تحتانی. رها یافتن از نفس تحتانی در واقع کار بزرگی نیست. بسیار ساده است. تمام آنچه لازم است انجام دهید این است که بر افکار و احساسات خود همان گونه که روی می دهند آگاه باشید. این واقعا انجام دادن یک عمل نیست، بلکه مشاهده هوشیارانه است. بر این اساس این درست است که هیچ عملی وجود ندارد که شما بتوانید با انجام دادن آن از نفس تحتانی رها شوید. وقتی این جابجایی اتفاق بیفتد که جابجایی از فکر کردن به هوشیاری است، شعوری بسیار عظیم‌تر از زیرکی نفس تحتانی آغاز به عمل کردن در زندگی شما می‌کند. شما با کوشیدن برای خوب بودن خوب نمی‌شوید، مگر اینکه آن خوبی که هم‌اکنون در درونتان وجود دارد را دریابید و به آن اجازه دهید آشکار شود. ولی آن خوبی فقط در صورتی آشکار می شود که چیزی بنیادی در وضعیت آگاهی شما تغییر کند. در ذهن می گویند حقیقت را جستجو نکنید، فقط از چسبیدن و زیاد اهمیت دادن به افکار و عقایدتان دست بردارید. این به چه معناست؟ یعنی از یکی دانستن خود و شناختن خود با ذهنتان دست بردارید، سپس آن کسی که در ورای ذهن هستید خود به خود آشکار می شود. یک بخش ضروری از بیداری شناخت خود بیدار نشده، یعنی نفس تحتانی است. در حین اینکه فکر می کند، حرف می زند و عمل می کند. وقتی شما ناآگاهی را در خود شناختید، آن چیزی که این تشخیص را امکان پذیر می کند آگاهی است، بیداری است. شما نمی توانید با نفس تحتانی بجنگید و پیروز شوید، همونطور که نمی توانید با تاریکی بجنگید. آنچه ضرورت دارد نور آگاهی است و شما آن نور هستید. بخش عمده زندگی بسیاری از مردم توسط یک مشغولیت وسواس‌گونه ذهنی با چیزها تحلیل می رود. هر چیزی که نفس تحتانی جستجو می کند و به آن وابسته می شود جایگزینی برای بودن است، زیرا نفس تحتانی نمی تواند بودن را حس کند. شما می توانید برای چیزها ارزش قائل شوید و به آنها اهمیت بدهید، ولی وقتی به آنها وابسته شوید خواهید فهمید که این نفس تحتانی است و شما هیچ وقت واقعا وابسته به چیزی نمی شوید، مگر به فکری که در آن من، به من یا مال من وجود داشته باشد.
هنگامی که شما یک شکست یا از دست دادن چیزی را به طور کامل بپذیرید، به ورای نفس تحتانی می روید و آن کسی که هستید، آن من هستم که خود آگاهی است، پدیدار می شود. بسیاری از مردم تا وقتی که در بستر مرگ قرار می گیرند و همه چیز در جهان بیرون فرو می ریزد، درک نمی کنند که هرگز هیچ چیز را هیچ ربطی به آن کسی که آنها واقعا هستند نداشته است. در لحظات نزدیک به مرگ، تمام مفهوم مالکیت نهایتاً بی‌معنی جلوه می کند. آنها در آخرین لحظات زندگی همچنین می فهمند هنگامی که در تمام آن به دنبال یک حس کامل از خود بودند، آنچه واقعاً جستجو می کردند هستی خودشان بوده است که همیشه همواره آنجا بوده است، ولی به دلیل یکی انگاشتن خود و شناختن خود با چیزها به شدت کمرنگ و ناپیدا شده بود. این به معنی شناختن خود و یکی انگاشتن خود با ذهنشان است. برای بعضی ها همین که از نوع افکاری که معمولاً فکر میکنند، به ویژه افکار منفی سمجی که شاید تمام عمر خود را با آن شناخته اند، به طور ناگهانی آگاه میشوند، بیداری اتفاق میفتد. ناگهان یک هوشیاری وجود دارد که از افکار آگاه است ولی بخشی از آن نیست. حرکت بازگشت در زندگی یک فرد و ضعیف شدن یا محو شدن شکل، چه به واسطه پیری، بیماری، ناتوانی، شکست و چه از طریق یک نوع مصیبت شخصی، نیروی نهفته عظیمی برای بیداری معنوی با خود به همراه دارد. بیداری معنوی یعنی رهایی از شناخت آگاهی از طریق شکل یا رهایی از هویت دادن به آگاهی به واسطه شکل. در زمین نوین، دوران پیری به عنوان دوران شکوفایی آگاهی شناخته خواهد شد و بسیار گرانقدر خواهد بود. برای آنهایی که هنوز در شرایط بیرونی زندگی خود گم شده اند، وقتی که به هدف درونی خود آگاه شوند، دوران پیری دوره‌ای برای یک بازگشت دیرهنگام به خانه خواهد بود و برای بسیاری دیگر نشان دهنده قوت گرفتن و اوج رمندگی داری. همینطور که هوشیاری شما بیشتر می شود و دیگر نفس تحتانی زندگی شما را به پیش نمی برد، مجبور نیستید منتظر این بمانید که به واسطه پیری یا یک مصیبت شخصی دنیای شما فرو بریزد تا منجر به بیداری شما نسبت به هدف درونیتان گردد. همینطور که آگاهی جدید شروع به آشکار شدن در تمام سیاره می کند، تعداد رو به افزایشی از مردم دیگر برای بیداری نیاز به اتفاقات تکان دهنده ندارند. آنها روند بیداری را داوطلبانه در آغوش می گیرند، در حالی که هنوز درگیر چرخه های رشد و قبض و بسط هستند. هنگامی که آن چرخه ها دیگر توسط نفس تحتانی قصب نشده باشند، بود معنوی از طریق حرکت بیرونی یعنی افکار، گفتار و اعمال و آفرینش وارد این جهان می شود. به همان قدرت که از طریق حرکت بازگشت یعنی سکون، بودن و محو شدن شکل به این جهان می آید. بازشناختن خود در دیگران عشق ورزیدن است. سپس دیگری بودن دیگران به عنوان توهمی که مربوط به قلمرو محض انسان است، یعنی قلمرو شکل، خود را نشان می دهد. وقتی دیگری خودش را در شما باز می شناسد، این شناخت بود بودن را از طریق هر دو شما به طور کامل تری به طرف این جهان می کشد. این همان عشق است که دنیا را نجات می دهد. فصل پنجم، فضای درونی. وقتی آگاهی دیگر به طور کامل جذب فکر کردن نشود، بخشی از آن در وضعیت اصلی شرطی نشده و بیشکل خود باقی می ماند. این فضای درونی است. زندگی اکثر مردم با چیزهای مختلف دچار آشفتگی و به هم ریختگی می شود. از جمله مسائل مادی، کارهایی که باید انجام دهند و مسائلی که باید به آنها فکر کنند. زندگی آنها مانند تاریخ بشر است که وینستون چرچیل آن را چنین تعریف می کند. مصیبتی از پس مصیبت دیگر. ذهن آنها پر شده است از کلاف درهمی از افکار، یکی پس از دیگری. این بود موضوعی آگاهی است، آن بچه از آگاهی که به موارد و موضوعات می پردازد.
که واقعیت غالب بیشتر انسان هاست و به همین دلیل زندگی هایشان اینقدر خارج از تعادل است. آگاهی موضوعی باید با آگاهی فضا تعادل یابد تا اعتدال به سیاره ما بازگردد و بشریت سرنوشتش را کامل کند. طلوع آگاهی فضا مرحله بعدی در تکامل بشر است. آگاهی فضا یعنی علاوه بر آگاه بودن از اتفاقات و موضوعات که همیشه به دریافت‌های حسی، افکار و احساسات می‌انجامد، آگاه باشید که یک جریان زیرین هوشیاری وجود دارد. هوشیاری بیانگر این مطلب است که شما نه تنها به موضوعات آگاه هستید، بلکه نسبت به آگاه بودن هم آگاهید. اگر بتوانید در حین اینکه اتفاقات در صحنه زندگی روی می‌دهند، یک سکون درونی هوشیار را در پشت صحنه حس کنید، به درک آگاهی فضا رسیدید. این بود در درون همه ما وجود دارد، اما اکثر مردم نسبت به آن کاملا ناآگاهند. من بعضی اوقات با گفتن این جمله آیا می توانید حضور خودتان را احساس کنید به آن اشاره می کنم. آگاهی فضا نه تنها باعث رهایی از نفس تحتانی می شود، بلکه سبب رهایی از وابستگی به امور دنیوی، ماده‌گرایی و مادیات نیز می گردد. این همان بود معنوی است که به تنهایی می تواند معنای متعالی و حقیقی به این جهان ببخشد. هنگامی که شما دیگر به طور کامل از طریق شکل شناخته نمی شوید، آگاهی یعنی آن کسی که هستید از اسارت در شکل رهایی می یابد. این رهایی طلوع فضای درونی است. این حالت به صورت یک سکون و یک آرامش لطیف در ژرفای درون شما پدید می آید. حتی ممکن است به صورت چیزی به ظاهر بد به سوی شما آید. ناگهان فضایی به دور آن اتفاق ایجاد می شود. گرداگرد فراز و فرودهای احساسی و حتی درد فضایی به وجود می آید و مهمتر از همه فضایی میان افکار شما پدید می آید و از آن فضا آرامشی سرچشمه می گیرد که این جهانی نیست، چون این جهان شکل است و آرامش فضاست. این آرامش خداوند است. اکنون شما می توانید از همه چیز این دنیا لذت ببرید و به آنها احترام بگذارید بدون اینکه به آنها معنا و اهمیتی بدهید که فاقد آن هستند. شما می توانید در این رقص آفرینش شرکت کنید و فعال باشید بدون وابستگی به نتیجه و بدون داشتن خواسته های نامعقول از جهان. مانند مرا سرشار کن، مرا شاد کن، به من احساس امنیت بده، به من بگو کی هستم. جهان نمیتواند این چیزها را به شما بدهد و وقتی شما دیگر چنین انتظاراتی نداشته باشید، همه رنج‌های خودساخته‌تان به پایان میرسد. تمامی چنین رنج‌هایی به خاطر ارزش نهادن بیش از اندازه به شکل و ناگاهی از بود فضای درونی است. وقتی آن بود در زندگیتان حضور می‌یابد، می توانید از اتفاقات، تجربیات و لذات حسی لذت ببرید بدون اینکه خودتان را در آنها گم کنید و بدون اینکه وابستگی درونی به آنها پیدا کنید، یعنی بدون معتاد شدن به جهان. هنگامی که بُعد فضا گم شده است یا به نوعی ناشناخته است، همه چیزهای این جهان به نظر از اهمیت مطلق، جدیت و سنگینی برخوردارند، ولی در حقیقت فاقد آنها هستند. وقتی به این دنیا از نقطه نظر بیشکلی نگاه نشود، به مکانی تهدید کننده و در نهایت به جایگاه یأس و ناامیدی تبدیل می‌گردد. پیامبر عهد عتیق باید این موضوع را حس کرده باشد که نوشته است: همه چیز مملو از بیزاری است که انسان نمی‌تواند آن را بیان کند. فضای درونی را با ایجاد وقفه‌های در جریان تفکرتان کشف کنید. تفکر شما بدون این وقفه‌ها تکراری، بدون الهام و آری از هر گونه بارقه خلاق می شود که هنوز برای بیشتر مردم این سیاره بدین گونه است. نیازی نیست نگران طول مدت این وقفه‌ها باشید. چند ثانیه هم کافی است. خودشان به تدریج بدون هیچ تلاشی از طرف شما طولانی تر می شوند. تکرار کردن این وقفه‌ها مهمتر از طول مدتشان است، به گونه ای که لابلای فعالیت‌های روزانه و جریان افکارتان فضا به وجود آید و آنها از هم جدا و باز شوند. به تنفستان آگاه باشید. دقت کنید که چطور توجهتان را از فکر کردن دور می‌کند و فضا می‌آفریند.
متوجه احساس تنفس باشید. هوایی که به درون بدنتان می رود و از آن خارج می شود را حس کنید. توجه کنید که چطور قفسه سینه و شکم با دم و بازدم کم کم منبسط و منقبض می شوند. یک تنفس آگاهانه کافی است تا فضایی به وجود آید که پیش از این جایگاه توالی پیاپی و بیوقفه انواع افکار بود. یک تنفس آگاهانه که حتی بهتر از 2 یا 3 تا باشد، اگر چندین بار در روز انجام شود، یک روش بسیار خوب برای آوردن فضا به درون زندگیتان است. حتی اگر مثل بعضی ها روی تنفستان به مدت 2 ساعت یا بیشتر مراقبه کنید، تمام آن چیزی که لازم است از آن آگاه شوید فقط یک تنفس است که واقعا همیشه می توانید نسبت به آن آگاه شوید. بقیهش خاطری از آن تجربه در حافظه یا انتظار مجدد آن تجربه است که می توان گفت همان فکر است. نفس کشیدن واقعا چیزی نیست که شما انجامش می دهید، بلکه چیزی است که شما همانطور که اتفاق می افتد شاهدش می شوید. نفس کشیدن خود به خود اتفاق می افتد. هوش درون بدن، شعور جسم این کار را انجام می دهد. تمام آنچه شما باید انجام دهید تماشای آن است. هیچ فشار یا تلاشی در کار نیست. همچنین به توقف کوتاه تنفس توجه کنید، به خصوص به آن نقطه توقفی که در انتهای بازدم پیش از آن که دوباره نفس بکشید وجود دارد. هرگاه به خاطر اتفاقی یا شخص یا موقعیتی ناراحت هستید، دلیل واقعی ناراحتی شما آن شخص، آن اتفاق یا موقعیت نیست، بلکه نداشتن دید درست است که وقتی آگاهی فضا میتواند ایجاد نماید در چنین وضعیتی شما در دام آگاهی موضوعی افتاده اید و از فضای درونی بی زمان خودآگاهی ناآگاه هستید. آگاهی فضا ربطی به نشئه بودن، یعنی سرخوشی ناشی از مواد مخدر و مشروبات الکلی ندارد، جز اینکه هر دو وضعیت در برای فکر هستند. در این مورد هر دو مشترکند. تفاوت اساسی این است که در مورد اول شما به بالای فکر صعود می کنید، در مورد دوم به زیر آن سقوط می کنید. مورد اول قدم بعدی در تکامل آگاهی انسان است و مورد دوم پسرفت به مرحله‌ای که در اعصار گذشته آن را پشت سر گذاشته ایم. بزرگترین مانع در راه کشف فضای درونی و یافتن تجربه کننده یا همان من هستم بیشکل این است که آنقدر مجذوب تجربه شوید که خودتان را در آن گم کنید، یعنی آگاهی در رویای خودش گم شود. شما با هر فکر، هر احساس و هر تجربه چنان مجذوب می شوید که در واقع در یک وضعیت رویاگونه قرار می گیرید. این حالت برای هزاران سال وضعیت طبیعی بشر بوده است. وقتی راجع به فضای درونی می شنوید، ممکن است به دنبال آن بگردید و چون آن را به همان صورت که به دنبال یک شی یا یک تجربه می گردید جستجو می کنید، نمی توانید آن را پیدا کنید. این معمای غیر قابل حل همه کسانی است که به دنبال شناخت معنوی یا روشنبینی هستند. به همین جهت عیسی مسیح گفت قلمرو خداوند با نشانه های قابل مشاهده نمی آید و نخواهند گفت که اینجاست یا آنجاست، زیرا قلمرو خداوند در درون شماست. اگر شما همه لحظاتی که بیدار هستید را در نارضایتی، نگرانی، استراب، افسردگی، ناامیدی یا وضعیت‌های منفی دیگر نمی‌گذرانید، اگر می‌توانید از چیزهای ساده‌ای مثل گوش دادن به صدای باران یا باد لذت ببرید، اگر می‌توانید زیبایی ابرها را که از این سو به آن سوی آسمان حرکت می‌کنند ببینید، یا بعضی اوقات تنها بمانید بدون اینکه احساس تنهایی کنید یا نیاز به یک محرک ذهنی برای سرگرم شدن داشته باشید، اگر می توانید به یک غریبه با تمام وجودتان محبت کنید بدون اینکه هیچ گونه انتظاری از او داشته باشید و غیره، یعنی فضای باز شده هست. مهم نیست که چقدر کوتاه باشد. و اگر چنین حالاتی در زندگی شما وجود ندارد، هر آنچه هست جریان بیوقفه فکر است که ذهن بشر است.
وقتی فضای باز می شود، یک احساس خوشبختی و آرامش سرزنده هر چند مختصر به وجود می آید. شدت این احساس ممکن است از یک حس ضعیف رضایت درونی تا آنچه قدیسان کهن هند آن را آناندا شعف وجود می نامند تفاوت کند. زیرا شما شرطی شده اید که فقط به شکل توجه کنید و احتمالا نسبت به این وضعیت آگاه نیستید مگر به طور غیر مستقیم. برای مثال عنصر مشترکی در توانایی دیدن زیبایی، قدردانی از چیزهای ساده، لذت بردن از همراهی خودتان یا ارتباط محبت‌آمیز با دیگران وجود دارد. این عنصر مشترک احساس رضایت، صلح، آرامش و سرزندگی است، یعنی همان زمینه نامرئی که بدون آن این تجربیات ممکن نبودند. هرگاه زیبایی، مهربانی و تشخیص خوبی اتفاقات ساده در زندگی شما وجود دارد، در درونتان به دنبال پس زمینه‌ای برای آن تجربه باشید، اما نه به آن شکلی که به دنبال چیزی می‌گردید. نمی‌توانید آن را گیر بیندازید و بگویید حالا آن را دارم، و نمی‌توانید به طور ذهنی آن را بفهمید و به شکلی تعریفش کنید. درست مثل آسمان بدون ابر است، شکلی ندارد، فضاست، سکون است. شیرینی هستی است و بی نهایت بیشتر از این حرف هاییست که فقط به آن اشاره می کنند. هنگامی که بتوانید آن را به طور مستقیم در درونتان حس کنید، عمیق‌تر می شود. بنابراین وقتی شما از یک چیز ساده مثل یک صدا، یک منظره، یک لمس قدردانی می کنید، وقتی شما زیبایی را می بینید، وقتی محبت عاشقانه به دیگری را احساس می کنید، آن وسعت درونی که منبع و زمینه این تجربه است را حس می کنید. راه دیگر برای یافتن فضای درونی آگاه شدن از آگاه بودن است. فکر کنید یا بگویید من هستم و هیچ چیز دیگری به آن اضافه نکنید. نسبت به سکونی که به دنبال من هستم می آید آگاه باشید. حضورتان را حس کنید. هستی اوریان بی پرده و بدون پوشش خود را احساس کنید. خواهید دید که این هستی اوریان با جوانی یا پیری، ثروت یا فقر، خوب یا بد، یا هر گونه صفت دیگری تحت تأثیر قرار نمی گیرد و دست نخورده باقی می ماند. فصل ششم، هدف زندگی شما. زندگی شما یک هدف درونی و یک هدف بیرونی دارد. هدف درونی هدف اصلی و مربوط به بودن است. هدف بیرونی هدف ثانوی و مربوط به عمل است. هدف اصلی یا حقیقی زندگی شما نمی تواند در سطح بیرونی یافت شود و به اینکه چه عملی انجام می دهید ربطی ندارد، بلکه به آنچه هستید مربوط است، یا بهتر بگویم به وضعیت آگاهی شما مربوط است. عمل گرچه ضروری است، ولی فقط یک عامل ثانوی در آشکار کردن واقعیت بیرونی ماست. عامل اصلی در آفرینش آگاهی است. اینکه ما چقدر فعال هستیم و به چه میزان تلاش میکنیم اهمیتی ندارد. این وضعیت آگاهی ماست که جهان بیرونی ما را میآفریند، و اگر تغییری در آن سطح درونی به وجود نیاید، هیچ تلاشی نمیتواند تغییری در بیرون ایجاد کند و ما فقط نسخه های دیگری از همان دنیا را دوباره و دوباره میآفرینیم، دنیایی که یک انعکاس بیرونی از نفس تحتانی است. یک بار که نظری به هوشیاری یا حضور انداخته باشید، آن را به طور مستقیم می شناسید و دیگر فقط یک مفهوم در ذهنتان نیست. سپس شما می توانید یک انتخاب آگاهانه بکنید که به جای زیاد روی در فکر کردن بیهوده حاضر باشید. شما می توانید حضور را به زندگیتان دعوت کنید، یا بهتر بگویم فضا بسازید. همراه با شیرینی بیداری مسئولیت می آید. شما می توانید سعی کنید طوری ادامه دهید که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است، یا اینکه اهمیت آن را ببینید و رشد آگاهی را به عنوان مهمترین چیزی که می تواند برای شما اتفاق بیفتد تشخیص دهید و خودتان را به روی آگاهی در حال آشکار شدن باز کنید و نور آن را به این جهان بیاورید. پس از آن این هدف اصلی زندگی شما می شود. عمل بیدارانه، همسوی بین هدف بیرونی آنچه انجام می دهید و هدف درونی بیداری و بیدار ماندن است.
شما از طریق عمل بیدارانه با هدف جاری در تمامیت هستی یکی می شوید و آگاهی به واسطه شما به این جهان جریان می یابد. آگاهی در افکار شما جاری می شود و به آن الهام می بخشد. همچنین در آنچه انجام می دهید جریان می یابد و آن را هدایت می کند و به آن نیرو می بخشد. پذیرش، لذت و اشتیاق کیفیت های عمل بیدارانه هستند که هر کدام یک فرکانس ارتعاشی مشخص از آگاهی را آشکار می کند. شما باید مراقب باشید تا اطمینان حاصل کنید که هرگاه مشغول انجام کاری هستید، از ساده ترین کارها تا پیچیده ترین آنها، یکی از کیفیت های عمل بیدارانه به جریان بیفتد. اگر شما در حالتی نیستید که پذیرش، لذت یا اشتیاق را حس کنید، به دقت توجه کنید. آنگاه می فهمید که در حال آفرینش رنج برای خودتان و دیگران هستید. هرگاه مجبورید کاری را انجام دهید ولی نمی توانید از آن لذت ببرید، حداقل می توانید بپذیرید که باید انجامش دهید. پذیرش به این معناست در حال حاضر این کاری است که موقعیت فعلی و این لحظه انجام دادن آن را توسط من می طلبد، بنابراین آن را با کمال میل و رغبت انجام می دهم. اگر نمی توانید از آن چه انجام می دهید لذت ببرید یا آن را بپذیرید، متوقفش کنید. در غیر این صورت شما دارید از قبول مسئولیت تنها چیزی که واقعا می توانید در این لحظه مسئولش باشید سر باز می زنید. این تنها چیزی است که واقعا اهمیت دارد، یعنی وضعیت آگاهی شما در رابطه با لحظه حاضر. و اگر مسئولیت وضعیت آگاهیتان را نپذیرید، مسئولیت زندگی را نپذیرفته اید. در زمین نوین، لذت به عنوان نیروی برانگیزنده‌ای که در پشت اعمال مردم است، جایگزین کمبود خواهد شد. کمبود از این توهم نفس تحتانی سرچشمه می‌گیرد که شما تکه جدا هستید که ارتباطش با نیروی نهفته در تمامیت هستی قطع شده است. شما از طریق لذت به خود آن نیروی آفریننده کیهانی متصل می شوید. اگر به جای اینکه منتظر تغییری باشید تا لذت بردن را آغاز کنید، بتوانید از هر آنچه اکنون انجام می دهید لذت ببرید، احتمال اینکه گشایش و تغییر مثبت در سطح بیرونی زندگی شما اتفاق بیفتد خیلی بیشتر است. وقتی نقطه مرکزی زندگی شما به جای گذشته و آینده لحظه حاضر باشد، توانایی شما در لذت بردن از آن چه انجام می دهید و به همراه آن کیفیت زندگیتان به طور چشمگیری افزایش می یابد. لذت از آن چه انجام می دهید نمی آید، بلکه از جرفنای وجود شما به درون آن چه انجام می دهید و در نتیجه به این جهان جاری می گردد. شما از هر فعالیتی که در حین انجام آن کاملا حاضر هستید لذت می برید. هر فعالیتی که صرفاً وسیله‌ای برای رسیدن به چیزی یا پایان دادن به آن نباشد. آنچه واقعاً به شما لذت می‌دهد، عملی که انجام می‌دهید نیست، بلکه حس عمیق زنده بودن است که در آن جریان دارد. این زنده بودن با آن کسی که شما هستید یکی است. این بدان معناست که وقتی شما از انجام کاری لذت می‌برید، واقعاً نشاط بودن را در شکل پویای آن تجربه می‌کنید. به همین دلیل است که هر آنچه از انجامش لذت میبرید شما را به نیروی نهفته در تمامیت هستی متصل میکند. در اینجا یک تمرین معنوی ارائه شده که توانمندی و گشایش خلاقانه را به زندگی شما میآورد. فهرستی از فعالیت‌های معمول روزانه که مکرراً انجام میدهید درست کنید. فعالیت‌هایی که شاید به نظرتان کسل کننده، حوصله سربر، خسته کننده، آزاردهنده یا اضطراب‌آور هستند را نیز به فهرست اضافه کنید. ولی مواردی را که از انجام آن بیزار هستید یا تنفر دارید ننویسید. اینها مواردی برای پذیرش یا متوقف کردن آن چه انجام می دهید هستند. فهرست شما می تواند شامل رفتن به و یا برگشتن از محل کار، خرید مواد غذایی، رفتن به خشکشویی یا هر چه که در کار روزانه به نظرتان خسته کننده یا اضطراب‌آور است باشد.
سپس هر وقت مشغول آن فعالیت ها هستید، اجازه دهید آنها وسیله برای هوشیار شدن شما باشند. به طور کامل در آنچه انجام می دهید حاضر باشید و سکون زنده و هوشیار درون خود را در پس زمینه آن فعالیت حس کنید. خیلی زود در خواهید یافت که آنچه در این وضعیت افزایش یافته هوشیاری انجام می دهید، به جای اینکه اضطراب آور، خسته کننده یا آزار دهنده باشد، عملا لذت بخش می گردد. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، چیزی که شما از آن لذت می برید در واقع عمل بیرونی نیست، بلکه بُعد درونی آگاهی است که در آن عمل جاری است. این پیدا کردن لذت بودن در آنچه انجام می دهید است. اگر شما حس می کنید زندگیتان از اهمیت و معنای کافی برخوردار نیست یا بیش از حد اضطراب آور یا خسته کننده است، به این دلیل است که شما هنوز آن بود را به زندگی خود نیاورده اید و آگاه بودن از آن چه انجام می دهید هنوز هدف اصلی شما نشده است. اشتیاق به این معناست که در آن چه انجام می دهید لذت عمیقی وجود دارد، به علاوه عنصر افزوده هدف یا رویایی که در جهت برآورده شدن آن کار می کنید. وقتی به لذت آنچه انجام می دهید یک هدف اضافه می کنید، حوزه انرژی و فرکانس ارتعاشات تغییر می کند. میزان مشخصی از آنچه می توانیم آن را کشش ذاتی بنامیم به لذت اضافه می شود و بدین ترتیب به اشتیاق بدل می گردد. در اوج فعالیت خلاقانه که از اشتیاق نیرو می گیرد، پشت هر عملی که انجام می دهید انرژی و قدرت عظیمی خواهد بود. شما حس میکنید مانند تیری هستید که از چله کمان رها شده و به سوی هدف در حال حرکت است و از این ماجرا لذت میبرید. از منظر یک تماشاچی شاید اینطور به نظر بیاید که شما تحت فشار هستید، ولی شدت اشتیاق ربطی به فشار ندارد. هر وقت بیشتر از آن که بخواهید در حال انجام دادن کارتان باشید، بخواهید به هدفتان برسید، تحت فشار قرار میگیرید. در چنین وضعیتی تعادل بین لذت و کشش ذاتی از دست رفته و دومی غالب شده است. فشار همیشه هم کیفیت هم اثر آنچه را انجام می دهید کاهش می دهد. ضمناً بین فشار و احساسات منفی مانند اضطراب و خشم یک رابطه قوی وجود دارد. همچنین فشار برای بدن سمی است. برخلاف فشار، اشتیاق دارای فرکانس انرژی بالایی است. از این رو با نیروی خلاق هستی هماهنگ می شود و به ارتعاش در می آید. به همین دلیل رالف والدو امرسون گفت تا کنون هیچ دستاورد بزرگی بدون اشتیاق به دست نیامده است. اشتیاق می داند به کجا می رود، ولی همزمان عمیقاً با لحظه حاضر منشأ سرزندگی، لذت آن و قدرت آن همسو و همراه است. اشتیاق هیچ چیز نمی خواهد چون هیچ کمبودی ندارد و با زندگی همسو و همراه است. این فعالیت‌های الهام گرفته از اشتیاق چقدر پویا هستند؟ هیچ اهمیتی ندارد چون شما خودتان را در آنها گم نمی‌کنید و آنجا همیشه یک فضای ساکن ولی به شدت زنده در مرکز چرخ باقی می‌ماند. یک هسته درونی از جنس صلح و آرامش در حین فعالیت که هم منشأ همه چیز و هم همواره دست نخورده است. ما در قلب یک واقعی مهم در مسیر تکامل آگاهی انسان هستیم. در سیاره ما و شاید همزمان در بخش‌های بسیاری از کهکشان ما و فراتر از آن، آگاهی در حال بیدار شدن از رویای شکل است. البته این بدان معنی نیست که تمام شکل‌ها، جهان، در حال محو شدن هستند. هر چند بخش زیادی تقریبا به طور قطع از بین خواهد رفت، بلکه بدان معنی است که آگاهی اکنون می تواند شروع به آفرینش شکل کند بدون اینکه خودش را در آن گم کند و از دست بدهد. آگاهی می تواند آگاه به خود باقی بماند حتی وقتی که شکل می آفریند و آن را تجربه می کند. چرا آگاهی باید به آفرینش و تجربه شکل ادامه دهد؟ برای لذت آن. چطور آگاهی این کار را انجام می دهد؟ از طریق انسان‌های بیدار شده
که معنی عمل بیدارانه را آموختند. یک نژاد جدید، یک گونه جدید در این سیاره پدیدار می شود. این گونه اکنون در حال طلوع است و آن شما هستید. فصل هفتم، حضور یافتن. ما می توانیم یاد بگیریم که موقعیت ها یا وقایع را در ذهنمان زنده نگه نداریم و به جای اینکه در فیلمسازی ذهنی گیر بیفتیم، توجهمان را به طور دائم به حالت بکر و بی زمان لحظه حاضر برگردانیم. آنگاه به جای افکار و احساساتمان، حضور واقعی ما هویت ما می شود. فقط حضور می تواند شما را از نفس تحتانی رها سازد و شما فقط اکنون می توانید حاضر باشید، نه دیروز یا فردا. فقط حضور می تواند گذشته را در شما خونسا کند و به این شکل وضعیت آگاهی شما را تغییر دهد. هوشیار باشید. اگر در شما آگاهی وجود داشته باشد، قادر خواهید بود آن صدای درون سرتان را تشخیص دهید و بفهمید که چیست. یک فکر کهنه که توسط گذشته شرطی شده است. اگر در شما آگاهی وجود داشته باشد، دیگر نیازی ندارید به هر فکری که می کنید اعتقاد داشته باشید. این یک فکر کهنه است، نه چیزی بیش از این. هوشیاری یعنی حضور، و تنها حضور می تواند گذشته ناآگاه را در شما از بین ببرد. آنچه در ذهن به آن ساتوری می گویند لحظه ای از حضور است، یعنی از آن صدای درون سر فرایندهای فکر و بازتاب آنها در بدن به شکل احساسات مختصری قدم بیرون گذاشتن. این آغاز به وجود آمدن وسعت درونی است، همان جایی که تا قبل از این جای افکار درهم و برهم و آشفتگی احساسات بود. برای پایان دادن به رنجی که وضعیت بشر را در طی هزاران سال پریشان کرده است، شما باید از خودتان شروع کنید و مسئولیت وضعیت درونیتان را در هر لحظه به عهده بگیرید، یعنی از همین الان. از خودتان بپرسید آیا در این لحظه هیچ حالت منفی در من وجود دارد؟ سپس هوشیار شوید و متوجه افکار و احساساتتان باشید. مراقب ناشادی خفیف در هر شکلی باشید، همچون نارضایتی، عصبی بودن، بی‌حوصلگی و غیره. مراقب افکاری باشید که برای توجیه یا توضیح این ناشادی می آیند ولی در واقع علت آن هستند. لحظه‌ای که نسبت به یک وضعیت منفی در درونتان آگاه می شوید، به این معنی نیست که شما شکست خورده اید، بلکه به این معنی است که موفق شده اید. تا قبل از آن که این آگاه شدن اتفاق بیفتد، هویت شما ناشی از حالتهای درونی است و چنین هویتی نفس تحتانی است. با هوشیاری، رهایی از هویت گرفتن از افکار و احساسات و واکنش ها به همراه می آید. این امر نباید با انکار اشتباه گرفته شود. افکار، احساسات یا واکنش ها شناسایی می شوند و در لحظه شناسایی رهایی از هویت گرفتن از آنها، یعنی جدا شدن از آنها، به طور خود به خود اتفاق می افتد. سپس حس شما از خود، از آن کسی که هستید، تغییر می کند. قبل از این شما افکار، احساسات و واکنش ها بودید. حالا شما آن هوشیاری هستید، آن حضور آگاهانه که شاهد همه آن وضعیت هاست. احساسات و حتی افکار به واسطه هوشیاری فاقد شخصیت می شوند و طبیعت غیر شخصی آنها تشخیص داده می شود. دیگر خودی در آنها وجود ندارد. آنها فقط احساسات انسان و افکار انسان هستند. کل تاریخچه شخصی شما که نهایتاً چیزی بیش از یک داستان یا مجموعی از افکار و احساسات نیست، به درجه دوم اهمیت تنزل می‌یابد و دیگر اصل آگاهی شما را اشغال نمی‌کند، دیگر اساس حس هویت شما را تشکیل نمی‌دهد. شما آن نور حضور هستید، همان هوشیاری که مقدم
و عمیق‌تر از هر فکر و احساس است. منفی‌گرایی هوشمند نیست، از هوشیاری نشأت نمی‌گیرد و همیشه مربوط به نفس تحتانی است. هرگاه در یک وضعیت منفی قرار می‌گیرید، چیزی در درون شما هست که این منفی‌گرایی را می‌خواهد و آن را خوشایند می‌یابد یا باور دارد که شما را به آنچه خواهید، آنچه می‌خواهید می‌رساند. در غیر این صورت چه کسی دوست دارد به منفی‌گرایی بچسبد، به خود و دیگران رنج دهد و در بدن خود بیماری ایجاد کند؟ بنابراین هرگاه حالتی منفی در شما هست، اگر در آن لحظه بتوانید آگاه شوید که چیزی در درون شما از آن لذت می‌برد یا بر این باور است که آن حالت منفی هدف مفیدی دارد، دارید مستقیماً از نفس تحتانی آگاه می‌شوید. لحظه‌ای که این اتفاق بیفتد، هویت شما از نفس تحتانی به آگاهی تغییر یافته است. این یعنی نفس تحتانی دارد کوچک می شود و آگاهی در حال رشد است. اگر در حین منفی‌گرایی بتوانید این را تشخیص دهید که در این لحظه دارم برای خودم رنج می آفرینم، برای اینکه شما را به ورای محدودیت های وضعیت شرطی شده نفس تحتانی و واکنش ها ارتقا دهد، کافی خواهد بود. وقتی هوشیاری وجود دارد، امکانات نامحدودی به روی شما باز خواهد شد، یعنی راه‌های فوق‌العاده هوشمندانه تری برای مواجهه با هر موقعیتی به روی شما گشوده خواهد شد. شما آزاد خواهید بود تا از حس ناشادیتان در لحظه‌ای که آن را فاقد هوشمندی تشخیص می‌دهید رها شوید. هرچه گذشته مشترک بیشتری در یک رابطه وجود داشته باشد، لازم است شما بیشتر حاضر باشید، وگرنه مجبور خواهید شد که گذشته را دوباره و دوباره از سر تجربه کنید. یک رابطه اصیل و درست آن رابطه است که تحت تسلط نفس تحتانی با تصویر سازی و خود طلبیش نباشد. در یک رابطه درست، یک جریان رو به بیرون از توجه باز و هوشیارانه نسبت به شخص دیگر وجود دارد که هیچ گونه درخواستی در آن نیست. آن توجه هوشیارانه حضور است. این شرط لازم برای هر رابطه قابل اعتماد است. هنگامی که به کودکتان نگاه می‌کنید یا گوش می‌دهید یا او را لمس می‌کنید یا کمکش می‌کنید، شما هوشیار، ساکن و کاملا حاضر هستید، بدون اینکه هیچ خواسته ای به جز آن لحظه همانطور که هست داشته باشید. شما به این شکل برای بودن فضا ایجاد می کنید. در آن لحظه اگر شما حاضر باشید، پدر یا مادر نیستید. شما هوشیاری، سکون و حضوری هستید که گوش می دهد، نگاه می کند، لمس می کند یا حتی صحبت می کند. شما آن بودن پشت عمل هستید. من در این باره با اشاره خاص به رابطه با فرزندتان صحبت کردم، اما این مطلب در مورد همه رابطه ها به طور یکسان صدق می کند. اگر از بودن غافل شوید، عمل هرگز کافی نخواهد بود. اکثر انسان ها فقط اشکال خارجی را می بینند و از ذات درونی ناآگاهند، درست همونطوری که از ذات خودشان ناآگاهند و فقط به واسطه شکل فیزیکی و روانیشان هویت می‌یابند. یک بار که سطح مشخصی از حضور و توجه ساکن و هوشیارانه در ادراکات شما وجود داشته باشد، می‌توانید ذات زندگی الهی را حس کنید، همان یگانه آگاهی یا روح واحدی که در هر مخلوط و هر شکل از حیات ساکن شده است. آنگاه آن را با ذات خودتان یکی می دانید و از این رو به آن به عنوان خودتان عشق می ورزید. وقتی آدم ها را در محل کارتان یا هر جای دیگری ملاقات می کنید، توجه کامل خودتان را به آنها بدهید. در اصل شما دیگر به عنوان یک شخص آنجا نیستید، بلکه به عنوان حوزه‌ای از هوشیاری، حوزه‌ای از حضور آگاهانه آنجا هستید.
به این ترتیب دلیل اصلی تعامل با اشخاص دیگر که ممکن است خرید یا فروش چیزی یا گرفتن و دادن اطلاعات و غیره باشد در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد. در این وضعیت آن حوزه هوشیاری که بین شما و دیگران به وجود می آید هدف اصلی این تعامل می گردد و آن فضای هوشیاری از آنچه درباره‌اش صحبت می کنید و همچنین از موضوعات فیزیکی یا فکری مهمتر می شود و بودن انسان از چیزهای این جهانی اهمیت بیشتری می‌یابد. این بدان معنی نیست که شما از هر آنچه لازم است در سطح عملی انجام گیرد غافل می‌شوید. در واقع هنگامی که آن بُعد هستی مورد توجه قرار می‌گیرد و اولویت می‌یابد، عمل نه تنها آسان‌تر بلکه نیرومندتر از قبل انجام می‌شود. ظهور آن حوزه وحدت بخش هوشیاری در بین انسان‌ها ضروری ترین عامل در روابط بر روی زمین نوین است. وقتی می‌بینید شکایت‌های شما جز تقویت یک حس نادرست از خود که نفس تحتانی را سر جایش نگاه می‌دارد، هیچ هدف دیگری ندارد، بخشش به طور طبیعی اتفاق می‌افتد. این دیدن رها شدن است. آموزه عیسی مسیح که دشمنانتان را ببخشید اساساً درباره بی اثر کردن یکی از ساختارهای اصلی نفس تحتانی در ذهن انسان است. تنها یک مجرم اهریمنی در این سیاره وجود دارد، ناآگاهی بشر. درک این مطلب بخشش واقعی است. با بخشش هویت قربانی شما از بین می رود و نیروی حقیقیتان ظهور می یابد که همان نیروی حضور است. شما به جای مقصر دانستن تاریکی نور را به درون می آورید. حضور وضعیتی از گستردگی درونی است. وقتی شما حاضر هستید می پرسید چگونه به نیازهای این موقعیت و این لحظه پاسخ دهم. در حقیقت حتی لازم نیست چنین سؤالی بپرسید. شما نسبت به آن چه هست ساکن، هوشیار و باز هستید و بُعد جدیدی را به درون موقعیت می آورید، بُعد فضا. سپس شما نگاه می کنید و گوش می دهید. به این شکل با آن موقعیت یکی می شوید. هنگامی که به جای واکنش نشان دادن در مقابل یک موقعیت با آن ادغام می شوید، راه حل خود به خود از درون آن موقعیت بیرون می آید. در واقع دیگر این شما نیستید، یعنی شخص نیست که نگاه می کند و می شنود، بلکه خود سکون هوشیار است. سپس اگر عملی ممکن یا لازم باشد آن را انجام می دهید، یا بهتر است بگوییم عمل درست از طریق شما اتفاق می افتد. عمل درست عملی است متناسب با کل. هنگامی که عملی انجام می گیرد آن سکون گسترده هوشیار باقی می ماند. کسی آنجا نیست که دستهایش را به نشانه پیروزی بالا ببرد و جسورانه فریاد بزند هورا. کسی نیست که بگوید ببین من این کار را کردم. وقتی که حضور دارید، هنگامی که توجه شما کاملا در زمان حال است، آن حضور در آن چه انجام می دهید جریان می یابد و آن را تغییر می دهد و آن عمل کیفیت و قدرت می یابد. شما هنگامی حضور دارید که آن چه انجام می دهید در درجه اول وسیله برای رسیدن به هدفی مانند پول، شخصیت اجتماعی یا پیروزی نباشد، بلکه هدف خود به انجام رساندن آن عمل باشد. در وضعیتی که شادی و سرزندگی در انجام آن هست، و البته شما نمی توانید حضور داشته باشید مگر اینکه با لحظه حاضر دوست شوید. این اساس عملکرد مؤثر و آلوده نشده به منفی گرایی است.